با درودهای گرم خدمت همیهنان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه، من حسین مهری هستم و برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا می کنم به کارگردانی آقای امیر و این بار با حضور آقای دکتر نیری عزیز. دکتر نیری یک اندیشمند جوان، جوانی به معنای جوانی فکر. با ایشان بارها در گذشته من گفتگو کردم و همچنان مایلم که از افکار و اندیشه های نوع ایشان برخوردار شویم. آقای دکتر نیری درود بر شما. درود بر شما جناب آقای مهری عزیز. شما واقعا از زمانی که من واقعا جوان بودم با من مصاحبه میکنید، حالا که دیگه به میان سالگی رسیدم، ولی شاید اولین حضور من پس از چند برنامه نخستی که با آقای مانی خدابخشیان در رادیو بود، بعد برنامه ها با شما آغاز شد آقای مهری، و شاید بگم هنوز که هنوزه باور من اینه که بهترین و با کیفیت ترین برنامه های رسانه‌ای که داشتم زمانی بود که شما و من با هم در رادیو گفتگو میکردیم. البته اون زمان من در شرق آمریکا بودم و دلم خیلی تنگ شده برای اون زمانی که ما هفتگی مصاحبه های رادیویی داشتیم و پرسش هایی که شما میکردی بسیار بسیار برای من جالب بود و نشون میداد که شما برای هر برنامه چقدر خودتون وقت میذارید و مطالعه میکنید و بسیار برای من هم لذت بخش بود اون برنامه. خوشحالم که حالا بار دیگر به این شکل در تلویزیون اندیشه امکان این رو دارم که در حضور شما باشم. خیلی ممنون آقای دکتر. بر صورت این بار فکر میکنم که اندیشه های نوتری با شما خواهیم داشت. آقای دکتر، یک زمانی شما درباره وجود علم در جمهوری اسلامی سخن گفتید و نظرتون این بود که علم در جمهوری اسلامی در واقع نه علم است، اون علمی که در قم وجود داره علم نیست. بفرمایید که هنوز بر این عقیده هستین؟ بسیار و متاسفانه آقای مهری، من فکر میکنم حتی از اون زمان بدتر شده. یعنی برای من بسیار جالب توجهه که شاید در شرایط فعلی تصمیم گرفته شده که به جای بستن فرض کنید دانشگاه ها، ما دانشگاه ها رو از هویت اصلیشون خالی بکنیم و چیزی رو جایگزین بکنیم که به نظر اسمش اسم دانشگاه است، کار به نظر کار علمی بیاد، ولی واقعیت چیز دیگه ای هست. ببینید، اون چیزی که مراد من از علم بود و در جهان غرب کاملا مشخصه، برای اینکه در غرب خود اونها این رو به وجود آوردن و از دل فلسفه طبیعی گرفته شد و بعدها در قرن 18 هم به اون واژه ساینس رو دادن و اون کسانی که این کار رو انجام میدن ساینتیست. جالب هست که در خود غرب هم ابتدا با این مسئله برخورد شد، یعنی کسانی که خودشون رو فیلسوفان طبیعت میدونستن براشون این واژه ساینتیست، دانشورز یا دانشگر، حالا اگر بخوایم بگیم، برخورنده بود. ولی امروز میدونیم در جهان غرب کاملا مشخصه که مراد از ساینس چیه و ساینتیست چیه. متاسفانه در مشرق زمین به ویژه در خاورمیانه این تفکیک کاملا مشخص نیست، چه در زبان فارسی و چه در عربی این مشکل وجود داره. علم مشخص نیست که مراد آیا ساینس هست یا اون علمی که بازمانده دوره نظامیه ها هست، چون هنوز طرز تفکر همون هست که از دل همون هاست که شما حوزه های علمیه رو میبینید بیرون اومده، یک جزم اندیشی بسیار بدی در این نوع تفکرات وجود داره و بیشتر مرادشون از علم علوم فقهی و علوم شریعتی هست.
اندکی هم اگر که فرض کنید بنا به ضروریات مجبور شدن که کمی کمی ریاضی برای رفع نیازهای که آنچنان که در فقه هست به خصوص برای تشخیص حلول ماه نو به خصوص ماهای بسیار حساس در تقویم یا گاه شمار اسلامی به ویژه منظورم ماه رمضان چه آغازش چه پایانش، اینا مجبور شدن در همون حد ریاضیات و به طبع اون کمی نجوم بلد باشن، ولی واقعا اون حدی که میشناسن بسیار بسیار ابتدایی است، عقب افتاده تر از آن چیزی است که فرض کنید بزرگان ما امثال ابوریحان بیرونی یا خیام و دیگر بزرگان ما در نجوم فرض کنید که عبدالرحمن صوفی رازی، بزرگانی که در تمام دنیا نامشون پر آوازه هست به خاطر کارهایی که در نجوم کردن، فکر نکنید در اونم هست. برای همین هم یک ضدیت عجیبی با نجوم وجود داره. نقل قولی رو از امام اول شیعیان میآورن مبنی بر این که او گفته است نجوم حرام است. البته آنچه که در عربی ایشون گفته واژه تنجیم رو استفاده کرده که تنجیم به معنای اختربینی است یا استرولوژی اگر بخوایم به لاتین بگیم، که واقعا در حوزه شبه علم هست، ولی همین رو ملاک خودشون قرار دادن و اساسا اعتقاد دارن که تشخیص حلول ماه نو با اخترشناسان نیست، این کار اساسا حرامه و این کار رو باید روحانیون انجام بده. و برای همین هم هست که همچنان که میبینید پس از نزدیک 40 سال پس از جمهوری اسلامی اختلاف بسیار زیادی وجود داره، نه فقط در ایران، در کشورهای عربی هم همینجوره این اختلاف وجود داره برای اینکه اینها بگن که فرض کنید ماه رمضان کی آغاز شده و کی به پایان رسیده. و حالا دیگه اون اختلافات سیاسی که باید حتما بین ایران و عربستان وجود داشته باشه از نظر سیاسی هم می‌بینیم که در ام سایه انداخته در صورتی که الان واقعا یک کودک 6 ساله با یک نرم افزار بسیار بسیار دقیق نجومی میتونه تشخیص بده که ساعت حلول ماه نو در با توجه به عرض و طول جغرافیایی که شما دارین، یعنی شهرتون کجا هست، کاملا میتونه مشخص باشه و احتیاجی هم به هیچ نوع تخصص خاصی هم نیست، چون این کارها انجام شده با دقت بسیار بسیار زیادی. ولی فکر کنید هنوز که هنوزه ما باید یک روحانی ایشون عکس ما رو در یک آب راکت ببینن تا فرض کنن حلول ما رو اعلام بکنن. برای همین هست که تاکید اونها و علوم خودشون واقعا باعث شده که مفهوم علم در ایران و به طور کل در جهان اسلام یک مفهوم غیر مشخص و کدری باشه. برای ما مشخص نیست وقتی که واژه عالم رو استفاده می‌کنیم آیا این کسی است که ساینتیسته، یعنی داره کار علوم تجربی علوم مدرن رو انجام میده، یا یک فرض کنید فقیه شیعه است یا یک شیخی هست در دانشگاه الازهر. این یه مسئله است که جهان اسلام باهاش روبروئه و به نظر من باید یک بار برای همیشه این مسئله رو براش پاسخی پیدا بکنه، وگرنه این شبهات باعث همین مسائلی میشه که همچنان میبینیم و جامعه رو مبتلا به کرده. نمونه های دیگه هم هست متاسفانه در علوم انسانی و علوم اجتماعی که بعض بسیار بسیار بدتر آقای ماهی، یعنی اطلاعاتی که من دارم به خصوص بعد از ماجرای جنبش سبز و تشخیصی که آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دادن مبنی بر اینکه این فلسفه غرب هست، این اندیشه های اجتماعی غرب هست که باعث جنبش های گوناگون در ایران میشه، اساسا دستور دادن که این حوزه ها باید روانشناسی اسلامی درس داده بشه، جامعه شناسی اسلامی درس داده بشه و اساسا فلسفه به نام فلسفه غرب منحته و باید فلسفه اسلامی درس داده بشه، چنان که حتی آقای مصباح یزدی اشاره به کانت کردن، یکی از فیلسوفان بزرگ دوره روشنگری که او از سردمداران شیطان بر روی زمین بود. بنابراین میشه فهمید که نگرش جمهوری اسلامی به فلسفه و علم
به معنای ساینس چگونه هست و اون چیزی که اونها بیشتر ازش به عنوان علم یاد میکنن همون نوع علم حوزوی هست که برگرفته شده از نظامیه های دوران قدیم بوده. خیلی ممنونم آقای دکتر. اون چه در نظامیه تدریس میشده چه بوده آقای دکتر که اینقدر دربارش یعنی درباره انحطاطش سخن میگن؟ ببینید پرسش بسیار خوبی آقای مهند. اساسا فرض کنید ما در همون زمان جاهایی رو داشتیم به نام دارالحکمه و یا House of Wisdom به انگلیسی رو میگفتن، در همون دوره به اصطلاح طلایی بگیم اسمش رو امپراتوری اسلامی بگیم یا حکم فرمایی اسلامی بگیم در جهان اسلام اون زمان. ولی متاسفانه با ظهور نظامیه ها اون دارالحکمه ها و دارالعلم ها که جایی بوده برای مباحثات فلسفی کم 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 رنگ میشه و نظامیه ها کارش تدریس علوم فقهی و شریعتی بوده، تبیین فقه و شریعت بوده و یکی از سردمداران اونها، اولین کسی که لقب حجت الاسلام رو داره، امام محمد ابو حامد غزالیه. و شما بهتر از هر کسی میدونه آقای موری که غزالی چه نقش اساسی اساساً برای از بین رفتن تفکر فلسفی و زوال اندیشه در ایران داشته متأسفانه و در کل جهان اسلام. بعضیا به من میگن که مگه یک نفر امکان این رو داره که چنین کاری رو بکنه؟ این بستگی به این داره که شما واقعا چه درکی از شرایط اون زمان داشته باشید. یعنی رئیس من خیلی تلاش کردم آقای مهری عزیز که ببینم آیا ما میتونیم یه معادل سازی با نظامیه بغداد در جهان امروز داشته باشیم از نظر قدرت نفوذش و کسی که فرض کنید رئیس چنین نظامیه‌ای هست. من هرچی فکر کردم شما هر دانشگاهی، دانشگاه کمبریج در انگلستان اسم ببرید، دانشگاه هاروارد رو در شرق آمریکا اسم ببرید، دانشگاه‌های پاریس رو اسم ببرید، هر دانشگاهی رو بخواید اسم ببرید، اصلا هیچ دانشگاهی ما در جهان امروز نمی‌شناسیم که چنین برد و نفوذ و ذریب تأثیری رو در جامعه داشته باشه. برای همین خیلی سخت باور کنیم که نظامیه بغداد چنین چیزی بوده، یعنی جایی بوده که میتونسته فتوا بده و حکم دینی بده و این حکم دینی در سراسر جهان اسلام لازم الاجرا بوده و رئیس اون کسی مثل حجت الاسلام امام محمد غزالی این امکان رو داشته که وقتی فتوایی میداده در کل جهان اسلام لازم الاجرا باشه. برای همین وقتی که او تحافت الفلاسفه رو مینویسه واقعا زیرا به هر نوع تعقل که تازه داره ریشه هاش سر میگیره از زیر خاک با کارهایی که ابو نصر فارابی میکنه و بعد از اون فرض کنیم ابن سینا، زکریای رازی و دیگر متفکرین جهان اسلام به ویژه ایرانی ها انجام میدن، میبینیم که متاسفانه این نهاد خیلی زود خشک میشه و این زوال اندیشه تا به امروز ادامه پیدا کرده. و میبینید حتی نگاه هایی هم که از توی این بیرون میام، متاسفانه ما اگر امروز تفکر افراطی شیعه اسلامی رو داریم در ایران و سنی افراطی رو در داعش میبینیم، میبینید که ریشه های اون در واقع برمیگرده به همون نوع تفکراتی که در زمان امام محمد غزالی بوده. اونجوری که او فرض کنید نقد نوروز رو میکنه، اونجوری که او نقد زنان رو میکنه، نگاهی که به زنان داره و اونجوری که او نگاهش به فلسفه با عنوان یک شاخه نگرش انسان‌ها برای درک طبیعت هست از نظر از طریق عقلانی، می‌بینیم که چجور توانسته است که این کار رو او انجام بده، زیرا به اینها رو بزنه و شما از اون به بعد می‌بینید که عملاً تدریس فلسفه در نظامیه ها وجود نداره و میگه بعد در حوزه علمیه هم همین روند ادامه پیدا میکنه. حتی نقل قول هست که
کسانی که حتی علاقه به درک فلسفه اسلامی داشتن که ما اساساً فلسفه اسلامی به باور من نداریم، در بهترین حالت اونها تلاش کردن که فلسفه ارسطویی و افلاطونی رو درک بکنن، در بهترین حالتش عرض میکنم خدمتتون، حتی اونها رو بهشون میگفتن که اینها کافرکیش شدن. نمونهش حتی آقای خمینی پسرش رو در جای اظهار کرد به خاطر اینکه آقای خمینی در حوزه علمیه علاقه به تدریس فلسفه داشته، اونم تدریس فلسفه از نوع ملا صدراییش، همچنان ایشون توسط به زعم پسرشون توسط روحانیان خشک اندیش ترد شده بوده و این نشون میده که چه باور قوی در حوزه های علمیه وجود داره که حتی تا این حدش هم نمیتونن بر بتابن. چه برسه که شما بخواین فرض کنین راجب فیلسوف های عصر روشنگری امثال کانت و دکارت و هگل و بقیه بخواین صحبتی داشته باشه. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر شما از دانشگاه های شرق آمریکا یاد کردید، شما در کدام دانشگاه درس خوندین؟ من در MIT بودم و برای چند سالی هم در عضو هیئت علمی هاروارد بودم که در اونجا هم مشغول پژوهش بودم هم تدریس تا پیش از این که به کالیفرنیا بیام. در کالیفرنیا کدوم دانشگاه؟ من در کالیفرنیا بعد من در مرکز تحقیقات فیزیک نظریه کم در دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا بودم و بعد به دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین اومدم و بعد از اون چند سالی است که به مرکز تحقیقات فیزیک کوانتومی و دانشگاه علوم و تکنولوژی دانشگاه چپمن در جنوب کالیفرنیا آمدم. الان در چپمن هستین نه؟ بله. خب بسیار عالی. سایه دکتر بفرمایید که یک زمانی درباره تعداد دکترها، افزون شدن تعداد دکترها در میان سران جمهوری اسلامی سخن گفتید و همچنین درباره اینکه اونها تزهاشون رو از این و اون می رو باید. آیا این کار ادامه داره هنوز؟ متاسفانه نه، یه به یه جوری ادامه نداره آقایمون، برای اینکه متاسفانه در ژورنال های معتبر غربی بسیار با دیده شک و تردید به مقالات علمی که از ایران میاد نگاه میکنن. یعنی وقتی که چند ماه پیش بود، شاید کمتر از یک سال پیش، اینو مطمئنم ولی دقیقا یادم نیست چه ماهی، میدونی یکی از معتبرترین نشریات علمی جهان، اگر معتبرترین نباشه یکی هست از اونها هست، نشریه نیچر هست که سابقه بسیار طولانی داره و از یک پرستیژ بسیار خاصی هم برخوردار. متاسفانه وقتی که در نیچر مقاله‌ای چاپ شد مبنی بر اینکه ایرانی‌ها سرقت علمی انجام میدن و این تا حدی پیش رفته که فکر کنید حتی معاون وقت ریاست جمهوری ایران سرقت علمی انجام داده و این کار به شکل روتین در آمده در جامعه علمی ایران، چه آب ریزی بود با هم، یعنی باعث شرمساری بود که کار این همه استادان و دانشجویان سخت کوشی که در ایران دارن تلاش میکنن جزیره های نجات برای آینده ایران باشن، سعی کنن این نهال علم رو آبیاریش کنن تا سترون باقی نمونه بتونه به بار بشینه، اینها با این کارشون به یک باره میتونم بگم یک شبه از بین بردن. متاسفانه این علاقه عجیب مدرک‌گرایی که در بین پایگران جمهوری اسلامی وجود داره و من نمیفهمم که چرا، چه اصراری هست. شما ببینید کدام یک از مسئولین بالا رتبه کشورهای پیشرفته، حالا به طور نمونه آمریکا، کدام یکی از سیاستمدارانشون وقتی که مشغول کار سیاسیش هست اصرار بر این داره که حتما یک مقاله علمی بده بیرون و بعد این مقاله علمی رو بده بیرون و اصرار هم داشته باشه که خودشون رو یک شخصیت آکادمیک نشون بدن و بعد سراسر
فرض کنید سرقت علمی باشه و بدتر از اون آقای مومی، فرض کنید خانم ابتکار، خانم مسئول ابتکار که رئیس سازمان محیط زیست بودن ایشون، هم رئیس پیشین بگیم درست در باشه، ایشون در دفاع از خودش حرفی رو زد که بسیار بسیار بدتر بود و ای کاش ایشون سکوت میکرد. ایشون گفتن که اولا خودشون رو با برا جونستن و گفتن این کار دانشجویان من بوده، من اطلاع نداشتم. ببینید وظیفه استاد راهنما دقیقا همین مسئله است. یعنی شما نمیتونید به عنوان استاد راهنمای دانشجویانتون بگید که من خبر نداشتم که دانشجوی من چیکار میکنه. در این صورت اگر شما امکان این رو ندارید، زمانش رو ندارید و نمیتونید به هر دلیلی به این مسائل مقاله علمی که نام شما قرار روش بیاد برسید، کمترین کاری که شما میتونید بکنید این هست که بگید که من نه زمان دارم، نه وقتشو دارم، نه تواناییشو دارم و نه این امکان رو دارم که الان این مقاله رو بررسی کنم. میخواین این رو به چاپ برسونید، خودتون این کار رو بکنید، ولی نام من رو از این مقاله بیرون بیارید. ولی ایشون در کمال، من واژه دیگه متاسفانه نمیتونم، وقاحت، کمال واقعا وقاحت، ایشون اظهار میکنن که این یعنی دزدی رو منسوب میکنن به دانشجویانشون و خودشون رو مبرا از این میدونن، در حالی که غافل از اینن که اگر شما کوچکترین صداقت آکادمیکی داشتین، کوچکترین تشخص علمی و آکادمیکی داشتین، حتما حداقل مسئولیت رو قبول میکردید و عذرخواهی میکردید و عذرخواهی میکردید. و تازه در کمال وقاحت شما یک سری دانشجوی جوان بیچاره رو که شما باید الگوش میبودین اینها رو مقصر میدونید که ممکنم بوده باشن، ممکنم هست شما صادقانه بگید که اطلاع نداشتید، ولی این هیچی از جرم شما کم نمی کنه آقای مهری. متاسفانه این در بین بقیه سران کشور که علاقه عجیبی در وهله اول علاقه عجیبی به مدرک گرفتن داشتن، بعد این افتاد به جانشان که نشون بدن در از لحاظ علمی هم بسیار فعالن و باید حتما در ژورنال های مختلف مقاله به چاپ برسونه و به این ترتیب شد که ایران امروزه شناخته شده به عنوان یعنی بالاترین رتبه رو داره در زمینه سرقت علمی و ادبی. آقای دکتر بیاد دارین که دو سه سال پیش بود آقای خامنه ای ضمن برشمردن پیشرفت های ایران به پیشرفت های علمی رسید و گفت که ایران اکنون از نظر مقالات علمی به نظرم رتبه سوم یا چهارم داره از نظر رشد مقالات علمی. بله بله درسته، همینطور. برای اینکه یک زمانی به خاطر سیاست گذاری هایی که اون زمان انجام شد، برای اینکه بگوین ایران از نظر رتبه علمی بالا هست، تلاش کردن که تعداد مقالات علمی رو بالا برن، چون متاسفانه بعد از انقلاب کاهش وحشتناکی به خصوص در دوره جنگ در میزان مقالات علمی که از داخل ایران منظورم هست. چون فرض کنید هر ایرانی متخصص دیگری که از در یکی از دانشگاه‌های خارج از ایران مشغول باشه، حالا هر چقدر هم که نام او، حتی اگر در نام او پسوند یا پیشوند ایرانی هم داشته باشه، اون مقاله به عنوان مقاله‌ای که از ایران اومده شناخته نخواهد شد. برای به طور مشخص مقالاتی که من دارم میگم که از داخل ایران اومده و اون نشون دهنده جایگاه علمی کشور هست، بسیار کاهش پیدا کرد. ما پیش از انقلاب فرض کنیم همرده ترکیه بودیم، در صورتی که ترکیه 40 سال پیش از ما اگر اشتباه نکردم باشم صاحب دانشگاه شده بود، ولی ما تونسته بودیم که این فاصله رو جبران کنیم. تعداد مقالات علمی که از ایران میامد بیرون همرده ترکیه بود، همرده مصر بود، ولی بعد از اون به شدت ما عقب افتادیم و به یک باره این رقم بالا رفت و ایران رتبه 35 رو در کل دنیا به دست آورد که رتبه بالایی. ولی غافل از اینکه آقای مهری، تعداد مقالات درسته که یکی از
شاخصه های رشد علمی کشوره. اما ملاک اصلی، معیار اصلی برای سنجش توسعه علمی یک کشور علاوه بر میزان یا تعداد مقالات، کیفیت مقالات هست. کیفیت مقالات یعنی چی؟ یعنی اینکه شما این مقالات رو در چه ژورنال هایی، در چه ژورنال های علمی چاپ کردید، که اصطلاحاً یه ایمپکت پارامتر داره، یه پارامتر تأثیر داره، پارامتر نفوذ داره که چقدر در جامعه علمی اون ژورنال معتبر هست. مثلا در جامعه علمی فیزیکدان ها، پزشکانی که واسه متخصص قلب هستن یا سرطان هستن، دندان پزشکان، زیست شناسا، هر کدومشون جامعه علمی خودشونو دارن و در هر کدوم از این اجتماع های علمی شما ژورنال معتبرتون رو میشناسید. و پس یکیش اینه. عامل دیگری که بسیار مهم هست این است که شما چقدر مقالاتتون مورد ارجاع جامعه علمی قرار میگیره، که در هر دوی اینها متاسفانه آمار در کشور ما به طور کلی دارم میگم، حالا در یک زمینه‌های خاص که بله پیشرفت‌های واقعا وجود داشته اونا رو عرض نمی‌کنم، به طور کلی آمار خوبی ما نداریم، برای اینکه اکثرا فرض کنید که در ژورنال‌های چاپ میشه که اعتبار بالایی نداره، اون ضریب نفوذ بالایی نداره و ارجاعات هم معمولا اصطلاحا میگن خود ارجاعی هست، یعنی خودتون به خودتون دائما ارجاع دادین. یعنی چه جوری؟ یعنی اینکه شما فرض کنید 20 تا مقاله می‌نویسین و تو اون 20 تا مقاله خودتون دائما به خودتون ارجاع میدین. خب در این صورت مقاله شما ارجاعاتش بالا میره، ولی به نگاه میکنن که چقدر از اینها سلف رفرنس هست، یعنی شما خودتون به خودتون ارجاع بدین. این مهم است که اونهایی که شما رو نمیشناسن، اونهایی که در گروه شما قرار ندارن، این مقاله رو اونقدر به اصطلاح با اهمیت تلقی بکنن که حاضر بشن به مقاله شما ارجاع بدن، و اون ارجاعات هست که نشون دهنده اعتبار علمی اون مقاله علمی و در نتیجه اعتبار علمی اون سازمان و در نتیجه اعتبار علمی اون کشور رو به شما نشون خواهد داد. این است که تعداد مطلق مقالات هیچ چیز رو نمیتونه نشون بده. خودگویی خودخندی، این بهترین توصیف همه حرفای من در یک دقیقه بود. آقای دکتر، در این سالهای اخیر به خصوص بعد از سال 88 آخوندهایی که به منابر، از منابر بالا می روند یا در رادیو تلویزیون ها صحبت می کنند، به قدری از به اصطلاح مطالب بی اصل و نسب سخن میگن که واقعا خرافه شده فلسفه یا علم جمهوری اسلامی. اخیرا یک، البته همه شنیدن این چیزا رو، من یه خرافه شنیدم از یکی از علما که میگفت حضرت علی گفتند شلوار که میپوشید نشسته بپوشید، که اگر ایستاده بپوشید خداوند عذابی بر شما نازل می کند که اون سرش ناپیداست. باور کنید آقای محی، یعنی ببینید من فکر می کنم در همه جهان، در همین آمریکایی که من و شما هستیم، در همین ایالت، یا آقای محی دیروز اعلام شد اقتصاد کالیفرنیا پنجمین اقتصاد برتر دنیاست و اومد جلوی سر به اصطلاح بریتانیای به اصطلاح کبیر. در همین ایالت، در همین کشور و کشورهای پیشرفته دیگه، کره جنوبی که یکی از پیشرفته ترین کشورهای عصر ما هست، خرافات هست. بنابراین یه طبیعی هم هست، اون به طبیعت انسانی ما برمیگرده که میدونیم راحت الحلقوم، اینجوری بگم راحت مردم میتونن باش ارتباط برقرار هست میشه. اما من در این مورد تحقیق کردم و تا جایی که میتونم
با قطعیت بالایی این رو خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کنم که هیچ کشوری به اندازه ایران و توسط حکومت جمهوری اسلامی، یعنی هیچ دولتی خرج نمی کنه برای ترویج خرافه. رسم این هست که سازمان‌های دولتی و نهادهای علمی کشور تمام تلاششون رو بکنن برای خرافه زدایی، ولی جمهوری اسلامی تنها حکومتی در دنیا هست که از تمام تریبون‌های رسمی و غیر رسمی که در دست داره برای ترویج خرافه استفاده میکنه و این به یک طرز وحشتناک اومده. یعنی من آقای موقعی میدونیم سال 1995 بود که از اواخر 95 بود که از ایران خارج شدم. یعنی این میخوام بگم من زمان تمام دوره 8 ساله زمامداری و حکومتداری رهبری آقای خمینی رو در ایران بودم. باور کنید میزان حجم خرافاتی که زمان آقای خمینی تولید میشد به نظر من اصلا قابل قیاس نیست با زمان آقای خامنه‌ای، و به خصوص همونطور که شما میگید به طرز اعجاب آوری از سال 88 به بعد، 1388 منظورم هست، 2009 به بعد، به طرز عجیبی. یعنی شاید هم برای این هست که با توجه به فناوری های نو ما داریم بیشتر میشنویم و میفهمیم که این روحانیت مبارز در روی منبرها چه اباطیلی رو دارن به مردم ارائه میدن. یک کلیپی رو یکی از دوستان هفته پیش برای من فرستاد، در اونجا روحانی که مشهورم هست برای اینکه تازگی ها خیلی سخنرانیاش پخش میشه، اونجا اشاره میکنه که علت اینکه ابرها جابجا میشن و رعد و برق میشه در واقع این جبرائیل هست، جبرائیل امین هست که با شلاقی به دست شلاق میزنه به این ابرها که ابرها حرکت کنن و این صدای رعد و برقی که میشنویم که حالا خودشم این صدا رو در میاره، پرد توخ صدایی که میاد صدای شلاق‌های جبرئیله. یا از اون ور اگر زلزله داره میاد به علت گناهان مردم روی زمین هست که فرشتگانی در زیر زمین تنابی رو گرفتن و دارن تکونش میدن که این باعث زمین لرزه میشه. و اینها همش در قرن 21مه. گفتم اینکه آدم‌ها دوست دارن باورهای خرافی داشته باشن به علت درک راحت ترش، عدم پیچیدگیش، کاملا قابل درک. و همیشه گفتن که یک به اصطلاح دروغ شیرین همیشه بهتر از یک حقیقت تلخ متاسفانه برای مردم، ولی این وجود داره و با شدت و حدت بیشتری هم وجود داره. این روزا نه تنها فرض کنید معجزاتی رو شما در مورد امامان شیعیان میشنوید که سابقه نداشته، الان شما در مورد آقای خمینی، آیت الله بهجت و حتی آقای خامنه‌ای که اینها کرامات دارن، معجزه گری میکنن و معجزاتی از توسطشون انجام میشه رو میشنوید که واقعا جای حیرته. یک نمونه دیگر این فرض کنید همین دیروز کلیپی از ایران به دست من رسید که یک روحانی اذعان میکرد که یکی از آیت الله ها برای این روحانی تربت کربلا رو آورده بوده و پدرش رو داشته خاک میکرده. در همون زمان که خاک میکرده این بخش از این تربت یا خاک کربلا رو در دهان پدرش میده. پدر به ناگه، شما فقط مجسم کنید که چه صحنه وحشتناکه، کسی که مرده اعلام فوتش شده دارن دیگه میبرنش زیر خاک توی گور، به یک باره بخشی از یا یه مقداری از خاک کربلا رو به دهان اون میریزه، ناگهان چشم باز میکنه و میگه یا حسین یا حسین، چشم میبنده و میره. و این روحانی میگه متاسفانه من اون خاک رو هر چه گشتم دیگه پیدا نکردم و گم کردم که اون یادگاری که آیت الله اسمش رو میبرم متاسفانه من فراموش کردم.
شاید امیر اگر بگرده بتونه این کلیپ رو پیدا کنه. واقعا تحیر میکنه آدم، نه فقط متحیر میشیم از این روحانیونی که دارن این خرافات رو به مردم تحویل میدن، متاسف از کسانی میشنم که پای منبر اینها میشنن و در قرن 21 اونها خود روحانی هم داره از پیشرفته ترین تکنولوژی ها استفاده میکنه، به محض این که خودش مریض میشه میره آلمان، میره انگلستان، ولی اعتقاد دارن برای فقرها، برای مستمندان که برای درمانشون باید برن غبار بارگاه امام رضا رو به سر و صورت بچهشون بمالن یا به خودشون بمالن. یعنی این فریب، این حجم از دروغگویی و تحمیق مردم، من فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا و در هیچ جای تاریخ ما به اندازه الان سابقه داشته باشه. هایی تو که اینا فکر نمی کنید یادگارهای علمای عصر صفوی باشه مثل اون محمد باقر مجلسی، پدر و پسرهای مجلسی؟ 100%. ولی من میخوام بگم حتی قدیمی تر از اون، یعنی وقتی شما میخواید ریشه اینها رو بگیرید میبینید ریشه اینها البته به صدر اسلام هم میرسه، ولی پرنفوذترین اونا حجت الاسلام امام محمد غزالی است و همه اینها متأثر هستن و البته دیگه در دوره تشیع صفوی به اوج خودش میرسه. این کرامت امامان، معجزات امامان همه دستاورد تشیع صفوی است. تا پیش از اون حداقل اگر هم بوده اینقدر پررنگ نیست. و جالبم هست این برای من آقای مهری که خب این پدر و پسر هر دو به زبان امروزی آخوندهای درباری بودن، اساساً تمام روحانیون دوره صفوی روحانیون درباری بودن و روحانیت انقلابی ولایت فقیه آقای خمینی، اینا هیچ مشکلی با اون روحانیون درباری صفوی ندارن. ولی شما میدونید در دوره قاجار و در دوره پهلوی اگر روحانیت با دربار رابطه داشته اینها رو بهشون گفتن روحانیون درباری و یه نوعی طرد میشدن. یه همچین مسئله ای را شما میتونید اینجا ببینید که خودش جالب توجه به نظر من. و در تایید حرف شما میخوام بگم که چقدر ایمان و باور و کپی برداری شده در واقع تمام رساله های روحانیون. اگه شما دقت کنین در 90-95% یکسانه و همه کپی برداری از محمد باقر مجلسی شده، رساله های محمد باقر مجلسی شده. در 5-6% اینها با هم تفاوت دارن. بنابراین کاملا شما درست میگین که نقش شیعه یا تشیع یا روحانیت دوره صفوی بسیار بسیار پررنگه، ولی من میخوام بگم خود اونها هم حالا بغیر از بخش امامانش که متأثر از ما صادرات واردات داشتیم در اون زمان، واردات شیعه روحانی شیعه از کوههای آمل در لبنان داشتیم، یعنی از لبنان روحانی وارد میکردیم که تا به امروز هم این مبادلات ادامه داره متاسفانه. برای در واقع تئوریزه کردن شیعه، برای اینکه احتیاج داشتن حکومت صفوی به تئوریزه کردن دین شیعه، و به این ترتیب شما میبینید که خرافات در اونجا به یک باره چند برابر میشه و همچنان باقی میمونه، ردش به حوزه های علمیه میرسه و الان هم با توجه به بودجه کلان دولتی این امکان وجود داره که با شدت و حدت بیشتری از رسانه های رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی برای تحمیق مردم تلاش بشه. خیلی ممنونم آقای دکتر. خواهش میکنم. مطلب بسیار مهمی فرمودید. امیدوارم که در این زمینه‌ها باز هم صحبت کنیم، به خصوص درباره علم در کشورهای اسلامی. با کمال میل آقای موری اتفاقا میتونیم به بررسی آماری وضعیت البته ایران متاسفانه حتی از اون چیزی هم شما گفتید، بعد از این رسوایی اخیری که به وجود اومده دو مرتبه ایران در سراشیبی سقوط افتاده، انزوای سیاسی ایران متاسفانه باعث ضربه خوردن به نهال علم در ایران شده، و
بنابراین میتونیم ایران رو مقایسه کنیم با بقیه و بقیه کشورهای اسلامی مثل پاکستان، مثل مصر، مثل ببخشید آقای موری نمیتونم اینو نگم، مثل روند معکوسی که متاسفانه در ترکیه داره پیش میره، اینکه آقای اردوغان تصمیم به حذف نظریه فرگشت دگرگونش یا به غلط که ترجمه شده تکامل در کتاب‌های درسی دانش آموزان ترکیه گرفته شده، به نظر من عواقب و پیامدهای بسیار بدی رو برای نسل‌های آینده ترکیه پیش خواهد آورد. حتما دوست دارم در این زمینه ها با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم آقای مهدی. امید خدا، بسیار عالی است. خیلی ممنونم آقای دکتر. سپاسگزارم از شما آقای مهدی عزیز و با تشکر از صبر و حوصله بینندگان گرامیتون و امیر عزیز که مسئولیت فنی برنامه رو عهده داشت. خواهش می‌کنم، خیلی ممنونم. شب و روزتون خوش. شب و روز شما خوش. با سپاس از آقای امیر و همه هم میهنان که به این برنامه توجه فرمودن.